سلام، آرزوی صحتمندی همه تان دارم. ما بشیر عدایی هستم. شما بیننده گزارش ما از تلویزیون آرزو هستیم. آیسا آیسا نزدیک میشیم به عید سعید فطر و نخود یکی از میوه هاییست که سر سفره هر کسی که در روزهای برند حتما میباشد. ما امروز یکی از کارخانه های نخودپزی در مزار شریف آمدیم تا ببینیم که نخود خام چطور پخته میشه. بوجیای نخود در کنار ما خیلی زیاد است، نخود های پخته شده. پس من میروم با کسی صحبت میکنم که نخودپز است. پس من شما بینیده باشیم. ما آمدم در پیش دیگ نخودپزی و خود نخودپزم در کنار من قرار داره و مصروف پختن نخود است. پس بیاییم که امروز صحبت بکنیم. رفیق سلام. سلام، خوب هستین؟ بخیر صحت ما؟ بشکر، خود خوب هستین؟ شکر. نام چی است؟ عبدالخالق ازاره هستم. عبدالخالق جان، رمضان سر زوری نکده؟ حالا خب، اتر از که کمتون میگه تاثیر میکنه دیگه، بخاطر که هوام که گرم هست دیگه، دم دیگه گرم هم هستیم دیگه، حتماً کمتون تاثیرات داره. حالا هم که آمد آمد عید است دیگه، فوق العاده بازار نخود فروشی هم گرم است و نخود پزا هم خوب مصروف است. بله بله، همچنان همه رقم هست دیگه، دم عید هم هست دیگه، مصروفی نخود بزی هم دیگه جمع جوش زیادتر هست دیگه. نخود هم پخته شوه هم امرای ما صحبت بکنی. این رنگ است که اندار؟ آه این رنگ است جانم. بدون رنگ نمیشه؟ بدون رنگ نه دیگه، بازی ها رنگ دار خوش میکنه، بازی ها برنگ. باز برنگ هم پخته میکنه یکان وقت بوده بسیار برنگ پخته نمیکنه. حالی رو بگو، چند سال میشه خودت نخودپزی میکنی؟ تقریبا من 5 سال میشه در این کار هستم. این کار را پیش میبرم. امی بازار نخود فروشی یعنی نخودپزی کدام فصل بیشتر گرم است و مردم زیادتر میخرند؟ خب چنان این رقم است که فصل نخودپزی که است برعکس است، فصل گرم و زیادتر است، فصل سرد که است بازی قدر بازار نخود کش نداره. امی فصل گرمی باز امی نخود هم بیشتر میخرم مردم. حالا بیا ایره بگو که روزانه چند سر نخود خودت پخته میکنی؟ تقریبا دیگه 80 سیر می آید. 80 سیر؟ 80 سیر؟ 80 سیر، آه بله 80 سیر پخته می کنیم. نخود خام باز از کجا میری؟ نخود خام رو از هر جای میریم، مثلا از چی میریم؟ یک جای تخار میگه و تخلون میگه خان آباد از قسمت ها میریم بگم. خودت باز نخود سیرکی میفروشی؟ کیلوگرمی میفروشی؟ سیرکی ساز میگم، سیرکی ساز. سیر چند میفروشی؟ سیر 7.5 سال هم هست، 7 سال هم هست، 6.5 سال هم هست. نظر دمو مال از دیگه، نظر مالش از اگر مال خوبتر باشه که قیمتر از دیگه. اگر 700 بفروشی باز 1 کیلو نخود 100 روپا میشه. آه جانم دیگه، او باز خوبترش از دیگه. اگر ارزانتر بیره حتما دیگه کمیتون نخودی بعد هم از دیگه. این نخود خامشه میبینی؟ خرد است نه؟ خرد است آج جانم. دیگه که مندازی راست کلان میشه؟ یا سریزی خیلی زحمت در کار از دیگه. یک زحمت میکنی که مثلا 3 هفته سریزی زحمت میکشیم. یک ماشین دیگه جو از ماشین جا تفت دادن میشه ورده باز 2 هفته دیگه اونجا به این بوجای نخی انداخته میشه سر در سر 5 تا اون تو دم میخوره، یعنی تقریبا 10 روز دم میخوره باز از خالی میشه. خالی که شد با ما میگیم خوشکه، با شما میگیم کوار شده دیگه یخ شد نخوده. با ما که یخ شد باز برده را روی از این بوجای نخی او که زدیم متمایده مایده را نم میکیم، نرم میشه نخود. نخود که نرم شد از نرم دیگه آماده پخته میشه. بنداز دیگه هم نخود از دیگه بنداز. بازی رو در بین ریک پخته میکنی؟ آه جان، بین ریک پخته میکنیم. نگمی ریک استقامت داره دیگه، چی استقامت نداره دیگه دمی از این آتش. نگمی ریک ایرتان از دیگه ریک خوب. ریک هم از ایرتان آوردی دیگه؟ آه جان با
هر دفعه که پخته میکنی چند سر گنجایش داره؟ در داخل دیگ؟ آه داخل دیگ 3 کیلو. خودیل از کجا میفهمه که 3 کیلو میگیری خودت؟ خودیل از چند از اینمی صافی کسی میگیم، اینمی ما صافی میگیم. خب؟ اینمی صافی گز تقریبا تا 3 کیلو رو هم جور میکنم نفرش. باز ما کسی من برابر زور خود جور میکنم، من 3 کیلو بیشتر جور نمیدونم به خاطر که تا وگاه را پخته کنیم شانه را اگرم شل میکنم. برام قدرت کار داره که شور میکنی؟ بله بله خدرت کار. چی داره که شور میکنی؟ نامش چی هست؟ یکی هسته با نام چوب گز میگن. اینگه هم از ایراتون میگن، از دریای آمون اون بقیل ها زیاد هسته در چوب گز هم؟ نه چوب گز میگن. من خیلی فرد من بیدیم که خوب وزن هم داره نه؟ خوب وزن هم داره نه؟ خوب وزن هم داره نه؟ خوب خب در دیگه گرم هسته کنی چوب هم سیاه شده او شده در چوب آه او میشه اینمی دیگه چیز قامت نمیدنه در یک اینمی قامت میدنه یک دریبان اینمی در یک هفته زیادتر شده اینمی در جور کنیم یک هفته زیادتر شده نال روزانه چند ساعت کار میکنی؟ روزانه 6 بجه که دوک میکنیم 4 بجه ختم میکنیم 4 بجه شب باز بسایت درد نمیگیره که شور میکنی؟ نه جانم شب آمخته شدیم روزای اول هم تو بدون بازال آمخته شدیم هیچ تاثیر نمی کنم شاید حالا عادت کده باشید همه خواب هم شاید به سایت یک شور بیتی اوه دیگه اون نفر نگه دیگه خواب هم تو شور می تیم میگه اون هم میگه بخی که چی میگنی میگه وقت بریان میگنی چی بلا بود از اینکه از دیگ برامد مرحله دیگه چی میشه باز؟ مرحله دیگه از دیگ برامد باز اینجا این دیگه اینجا که رمی بین کروی که هنده بین تشت باز این را پاک میکنن چا؟ واسه یاسران می اینجا پاک میکنه را یک سیر میبرن مشتری ها اینجا که بردت بازی را بردت پاک کده میاره کوراکوش هر طرف میکنه پوستاش دیگه طرف باز همو گلی نخواد گرفته میاره حال امروز نیستن که پاک میکنن؟ حال امروز که تانوز ها نامده دیگه امروز تانوز نامده دیگه پاکش اگر میبینی پاکش هسته خدا کجاست که میبینی میشه دیگه اینی بغل از اون داخل از بوجی سه خیلی میریم داخل بوجی را سهل میکنیم اونجا هم یک تشت خیلی کلان هست اونجا هم اینی که پخته شد بود داخل از این تشت میدازیم از این باز به مشتری ها توضیح میدونیم اون باز میبره پاک کده میره یک سیر نیم سیر تشکر از خود رفیق خیلی جات خوش شدم که آمدم با خودت صحبت کردم از کاروبار خودت پرسان کردم خداوند به کسب کارت برکت بده زنده باشین قدم های شما سجده چشین هزار دفعه بین ما در خدمت شما حال رمضان است دیگه نمیشه که نخود از این دیک داغ بگیریم و یک پیاله چای هم بانیم هر دیم و مت قسقده نخود بخوریم اولا او تو خب باشم مایی رو باز از بازم ما در خدمت هستیم بین بازم باز از مایی روزه ما در خدمت هستیم باز بین چای دیگدان دیگه چای هست بازی که نخودی برو میشه از دیگدان گرم این دیگه چیز دیگه لیزت داره یک روز حتما پیش خودت میل یک چای خوردن و نخود خوردن نبوش یعنی ما از آن خود در خدمت شما خوب خوش داشته باشیم تشکر باشین که اونجا بریم که تشت دیگ نخود اونم اونجا است دیگه نخود وقتی که از دیگ کشیده شد به این تشت کلان انداخته میشه با دازی در بوجی انداخته میشه اما نخود پاک نکدگی است به اینکه پرسان کنیم چی وقت باز نخود پاک میکنن رفیق سلام سلام علیکم خوب چی هستی؟ خوب هستی؟ تشکر نام چی هست؟ عبدالواحید است عبدالواحید جان وظیفه خود اینمی هست که نخود در بوجی میندازی؟ در بوجی میندازم در مشتری ها میتونم باز نیم سر میبره و یک سر میبره و پاک کرده باز از خانه گرفتن میره اینجا ده اینجا پاک نمیشه دیگه اینجا نه دیگه اینجا مشتری نیست دیگه مشتری گرفته خانه میبره با پاکیزه کرده میاره سبا گرفته میاره اینا رو فهمیدم این نخود است که از دیگ برآمده پاک نکدگی است در بوجی مندازین
امی مشتری های تر میبره پاک در برتن میاره نیم سر یک سر میبره و باز میاره سرش هم کلونش 80 روپه است. سلامت رفیق، تشکر از خودت. سلامت باش، جور باشی، خوش اومدید. خوش شدم که امروز با خودت معرفی شدم. من خوش نم بخیر سلامت باشید. خوب دوستو، دیگه پلان فصلش است و چند روز بعد هم عید است. مردم دوست دارن که سر سفره عیدیشان نخود حتما باشه. ما هم آمدم در کارخانه نخود، دیدیم که نخود چطور پخته میشه. بعد از اینکه نخود در کارخانه پخته شد، آورده میشه با بازار مزار شریف. از اینجا باز مردم نخود خریداری میکنن. ما هم روز دوم است. در این روز دوم خواستم بیایم که در سه قناتی و ببینیم که نخود در این بازار چند خرید و فروش میشه. سلام علیکم. سلام برادر، خوب هستین؟ خیریتی هست؟ شکر، زنده باشین. شما چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام باشین. شما خوب هستین؟ رمضان باشین. امروی رمضان چی حال دارین؟ بخیر میگذره؟ الحمدلله، زنده باشین. فضل خدا خیلی خوب میگذره. ان شاء الله خوب. سرتون تاثیر نکرده؟ نه خیر، نه. تقریبا هوا معتدل است، خوب است. نه نرمال است ان شاء الله. تاثیر میکنه، ولی وزنتون کم کم میشه. یه کم شد حالا وزن. حکم یه سابق کم شدی. چند کیلو تونستین خدا کم بکنین؟ والا مشخصا طول نکردیم، ولی احساس میکنم من رمضان یک 4-5 کیلو کم میشه. معمیم درست پیش خدا طول کردم 6 کیلو کم شده. شما زد تاثیر میکنه، از ما دیگه وزن ما زیادتر از دیر تاثیر میکنه. ما رفته بودیم دیگه از کارخانه نخودپزی، از اونجا گزارش گرفتیم و دیدیم که نخود از کجا میارن و چطور پخته میکنن. بعد از اون مرحله آخرش یه است که در فروش میرسه. ما هم خواستیم بیایم که پرسان بکنیم که چطور از آمد عید است و بازار نخود چطور است. یک کیلو نخود در رسته قنوتی چند خرید و فروش میشه؟ نخود وطنی هم است، فعلا تاشکندی هم است. فعلا ما قبلا ارزان بود، البته حالا کمی بلندتر شده. نخود 110 افغانی یک سورتش هم میتن، 130 افغانی هم گلش هم میگن، نخود گل اول هم 130 افغانی ما به فروش میرسانیم کیلوش هم، و 110 افغانی یک ذره گک ضعیفترش هست که یکم اگر سرخه داره. نخود تاشکندی هم در زمینش آمده که وطنی در اصل مزه بسیار خاص داره. خیره بگین چند نوع نخود می باشه که نرخاش متفاوت است؟ فعلا در مزار دو نوع تاشکندی است، دو نوع ایرانی است، دو نوع وطنی است. وطنی البته سه نوع است که پوستدارش است. نشان بتین. بفرمایید این نخود گل وطنی است. این هم سورت اولش است. باز دومش کمک سرخ می باشه که از اون ما متاسفانه نداریم، مراجعه نمیخوایم قبا بسازیم، اما اولش هم میاریم. باز نخود تاشکندی است از زمینه. اینی دامیلی میگن این نخود تاشکندی است، این خوبتر است. اینی با ایرانی است. این دو نوع نخود است، ولی فرقشان بسیار کم است. در پیسه زیاد فرق میکنه و در مزهش هم زیاد فرق میکنه. چند است نرخش؟ چند است؟ این را برادر ما 150 افغانی میفروشه، میرم 180 افغانی. دیگه نسبتا یک کم شور است، نمک داره. توجه باشین یک کم نمک داره. این هم نمک داره، ولی یک درجه مزهش فرق میکنه. سودا نیست. به نظر من هیچ نخود نمی نخود وطن خود ما نمیرسه. از ما جنس وطن همه چیزش بالاست. از قبیل پسه وطنی که فعلا یکی ناب است، نخود وطنی، شیرپره وطنی، همه چیز ما شما دارد است. شیرپره را نامش نگیریم دیگه. شیرپره مزار در کل دنیا نام داره. البته صد فیصد، خصوصا ولایت بلخ که در نابترین شیرپره را در ولایت بلخ می باشه مزار شریف. اصلا نظیر نداره. سلامت باشین، خداوند در کارتون برکت بده. خوش شدیم که امروز آمدیم با شما صحبت. زنده باشین، شما هم موفق کامگار باشین. تشکر. خب دوستو، دیدیم دیگه که نخود چطور پخته شد، نخود خام. و نخود هم یکی از اون میوه‌ای است که
در روزی از من در سفره ایدی ما شما می باشد. گزارش من به پایان می رسد. تا گزارش بعدی وقت همایتان خوش. خدا نگهدار.